سلام دوستان عزیز ما میخوایم در این ویدیو یوتیوب در مورد یک میار صحبت کنم که میتونه کیفی پول شما را پر از پول کنه ریسکش کم هسته سودش بالا هسته هر کسی میتونه از این میار استفاده کنه و این میار فقط زمان جواب میده که بازار صاف باشه منظورم یعنی بازار نزیاد سودی باشه نزیاد نزولی یا حداقل نزولی نباشه این میار بیشتر زمان جواب میده که بازار صاف باشه یا سعودی که من فکر میکنم الان بازار ارزهای دیجیتال دقان به همون جای رسیدم این میار در سال گذشته 2022 جوابگو نبود ولی در این سال 2023 و همطوری که ما به سمت هالوینگ بعدی بیت کوین نزدیک میشیم میتونه اساسی جواب بدم پس من براتون سخت پیشنهاد میدم این ویدیو تو باید تا انتها با من همراه باشین ما کامل در مورد همه چی برای شما معلومات میدم استفاده کردن از این میار هیچ هزینه هم ندارم فقط نیاز به یک گوشی دارین نیاز به یک کیفی پول دارین که دارین که همین ویدیو رو میبینین درسته پس ویدیو رو تا آخر ببینین قبل از شروع ویدیو یک دقیقه از وقتانه برای من بدین برین پایین ویدیو کمی لایک کلیک کنید لایک کردن هیچ هزینه ای نداره اگر شما ویدیو رو لایک کنید وقت من میفهمم که شما چنین ویدیو رو دوست دارین پس من اینو های بیشتر بر شما داخل کانال آپلود میکنم به هر روز همچنین چنین ویدیو بر شما آپلود میکنم جدید هستیم در کانال کانال سابسکرایب کنین تا هر بار من یک ویدیو جدید داخل کانال آپلود کردم شما بیخبر نمونید نمانید و میاره که من میخوام در موردش صحبت کنم ارلی زود زود در هر چی حالا من در مورد خیلی چیزا میخوام در این ویدیو برای شما توضیح بدم ویدیو احتمالا یک ویدیو طولانی بشه ولی 100 صد درصد ارزش دیدن را داره و این اگه این معیار را شما دقیق بفهمین این کانسپت دقیق بفهمین یاد بگیرید در ادامه ای کارتون خیلی زیاد میتونه برای شما کمک کند اینکه زود یعنی سریعتر از دیگرها وارد یک کار شوید درسته حالا در هر بخش دیگه‌ای منظورم اونایی که قبل از ما و روی بیت کوین روی ایتریوم سرمایه گذاری کردن خیلی بیشتر از ما و سود گرفتن حالا منظورم من اینجا این نیست که الان ما دیر هستیم داخل کریپتو ولی بعضی چیزهای دیگه هم هست که زیاد ربطی به منظور یعنی چی وقت وارد مارکت میشین ندارم اول اینکه روی یک پروژه ارز دیجیتال زودتر از اکثریت سرمایه گذاری کنی قبل از اینکه اکثریت پولشان بیاره واردی و پروژه کنه تو باید سرمایه کرده باشی گفتم اونایی که بیشترین سود از بیت کوین و ایتریوم گرفتن کسانی بودند که سالها قبل از موتو سرمایه گذاری کردند یا زمانی که تازه بیت کوین ایتریوم داخل مارکت آمده حالا هدف می نیست که الان سرمایه گذاری روی بیت کوین دیر است اما سودی بیشتر را اونهایی گرفتن که قبل از موتو روی بیت کوین سرمایه گذاری کردند و ای هم در قسمت سرمایه هم در قسمت خبر هم برای کوتاه مدت هم برای میان مدت هم برای بلند مدت پس در کنار سرمایه گذاریتان و چیزهایی که برتان میگم جدی بگیرین و اگر علاقه شما برای این زیاد باشم من باز یک ویدیوی دیگه برای شما میگیرم پلتفرم های مخصوص برای شما معرفی میکنم که در قسمت سرمایه گذاری شما میتونین از این استفاده کنید من خودم استفاده میکنم از یک پلتفرم به نام تراسواپ که باز من در ادامه ویدیو خلاصه در شما توضیح میدم اینکه از قبل از اکثریت رو سرمایه گذاری کنیم بعضی پلتفرم هایی هسته که اونجا لانچ پد ارزهای دیجیتال انجام میده چطوری حالا من میتونم براتون توضیح بدم برای مثال اپتوس چند وقت قبل داخل مارکت اومد درسته اپتوس دقیقا چند وقت قبل داخل مارکت اومد اما پروژه های قبل از اینکه کلا پروژه داخل مارکت لانچ کنن قبل از اینکه کلا نتورک شبکه را فعال کنن بعضی پروژه های نیاز به پول داره نیاز به حمایت مالی داره که کارشان انجام بده به کارشان ادامه بدن چیکار میکنه اون وقت بخشی از کوین یا توکنشان روی لانچ ها به فروش میگذاره تو اینجا قبل از اینکه او پروژه ارسال کلا بیای داخل مارکت کوین یا توکنش بیا داخل مارکت تو میری روی پروژه سرمایه گذاری میکنی اپتوس کار انجام داد دوربر 400 میلیون دلار قبل از اینکه داخل مارکت بیا جذب سرمایه کرد پروژه ارجیتال مثلا مثل اپتوس میگه که ما پروژه ما رو در وسط سال 2023 لانچ میکنیم توکنش رو در آخر 2023 لانچ میکنیم اما شما میتونین از همین الان از آخری برای امسال 2022 توکن اپتوس خرید کنین ما مثلا زمانی که اپتوس آمد داخل مارکتش قیمت هر کوین یا توکنش ما به قیمت یک دلار لانچ میکنیم اما شما الان میتونین به قیمت 10 دلار 10 سن خرید کنید یعنی اگر تو الان روش سرمایه گذاری کنی روی اپتوس در آخر 2022 سرمایه گذاری کرده بودی من مثال میزنم و کوین یا توکن اپتوس در آخر 2022 گفتم در آخر 2023 میه در همون شروع پولت قشنگ ده برابر بیشتر شده و پروژه های ارز دیجیتال بوده داخل مارکت که یک هزار دلار تا بیش از 100 هزار دلار کرده برای مثال او اوپولوس یک از پروژه های موزیک ال، الگرانت است که همچین سودی را برای مردم داد فرض مثال بلاک توپیا گرشن الان زیاد پروژه خوب نیست خب اینا فقط به درد کوتاه مدت میخوره به درد بلند مدت نمیخوره که چون توکنامکسش خراب هسته تو اینجا قبل از اینکه پروژه بیا یک مقدار پولش در میکنی پروژه جذب سرمایه میکنه زمانی که توکنش لانچ کرد بنا به همون مقدار پولی که تو روی پروژه سرمایه گذاری کردی هم مقدار کوین داخل ولتت میفرسته که تو در همون روزی که لانچ شد بتونی بفروشی که اگر شما وقتی پروژه جدید توکنش داخل مارکت میاد متوجه شده باشین دام زیاد هست یکی از راه های خوبی پول به دست آوردن هستم ولی هم بعضش شر... شرایط قوانین داره شرایط قوانین چی یه ایک... است که برای مثال من تراسواپ استفاده میکنم اه... تو... یک مقدار از توکن تراسواپ خرید کردم خب الان ارزشش پایین آمده من در سال 2020 اینو خ... 2021 خرید کردم دارو بر 11000 دلار و اونجا استیک شده هسته او به عنوان یک... یک زمانت یک هست که فرض مثال تو باید یک مقدار از توکن تراسواپ خرید کنی استیک کنی قفل داشته باشی که بتونی در پروژه‌ای که تو رو به طور لانچ پد مفرشه اشتراک کنی و لانچ هم خب ایتوری نیسته که تو هر مقدار پولی که خواسته باشی بتونی سرمایه گذاری کنی مثلا لول لول داره من یازده هزار دلار از ارز تراسواپ خرید کرده بودم و هر پروژه لانچ پدی که میامد و هنوزم میایم من دور 100 تا 200 دو دلار بیشتر نمیتونم از کوینش خرید کنم چون تو به قیمت خیلی پایین خرید میکنی و نمیتونی یعنی فرض مثال میلیون میلیون دلار روش سرمایه مگر اینکه ونچر کپیتال باشه یک از راه های خوب پول پول به دست آوردن هست داخل بازار کریپتو من خودم استفاده میکنم روی خیلی پروژه به طور لانچ پد سرمایه گذاری کردم نه یک ده پروژه خوب پروژه خیلی زیاد میاد ولی باید اون پروژه‌ای که میاد خوب بری اساسی تحلیل کنی کدام ارزش سرمایه‌گذاری رو داره یک مقدار از توکنش رو خرید می‌کنی صبر می‌کنی یا اونا ده هم موقع لانچ پد میگه که کوین چی وقت لانچ میشه مثلا میگه شما الان میتونه سرمایه‌گذاری کنید کوین در آخر 2020 در آخر سال 2023 می یک دوم دیگه خبر در قسمت خبر زودتر از دیگران باشین حالا من راه بر شما توضیح میدم برای مثال گالا گالا همین چند روز قبل 150 درصد درشت کرد درسته؟ یکی ای، حتی اگر قبلا هم سرمایه گذاری گالا نبود اینجا از گالا در این بازار خرسی بیت کوین در مدت دو سه روز در روبر 150 درصد سود گرفت رای حل چیه که چطوری تو میتونی از این پروژه سود بگیری هر پروژه ارزی دیشتال هر پروژه ارزتال هر خبری مثبت، هر خبری بزرگی که اعلام کنه در جامعه تان روی قیمت کوین توکنش تاثیر بگذاره و اولین جایی که اونا خبرها رو نشر میکنه فقط توییتر هسته هیچ هزینه ای نداره مثلا چند تا پروژه خوب مارکت ها. برین داخل کوین مارکت کپ مثلا 80 تا پروژه خوبه پروژه اساسی را پیدا کنین و فقط همین پروژه را حالا همین پروژه را در توییتر فالو کنین و نوتیفیکیشن توییترش روشن کنین نوتیفیکیشن توییترش روشن کنین که هر باری که او یک توییت او پروژه زد مثلا گالا چند وقت قبل در توییتشان گفته بود که ما میخوایم بخش از توکن های گالا رو بسازونیم و کدام پارتینرشیبی با امور راک یک ورزشکار بزرگ آمریکایی هست یک بازیگر فیلم هم هست با او کدام کار شروع کردن ولی او خبرش بعدا تکذیب شد مونتا توییت زدن بعدش در مدت یک و نیم روز دو روز توکنش 150 درصد رشد کرد اگر تو اینجا خب به که بتونی خبرارم تحلیل کنی همونطوری که نه هر خبری که ار, ار که زد تو در جا در جابری کنی توکن خرید کنی منظورم یعنی بفهمی که برای خبر وزن بده خبر بتونه تحلیل کنی اگر گالای خبر داد بیرون تو باید تا حد بتونه تحلیل کنی خبر چه مقدار میتونه روی قیمت ارز گالا یا یک پروژه دیگه چه مقدار میتونه روی قیمت ارزش تاثیر بگذاره مثلا خبر میتونه باشه که در یک صرافی لیست میشه خب کدام صرافی صرافی بایننس یا صرافی اوکی ایکس پس حالا اگر در صرافی بایننس یا اوکی ایکس لیست بشه خب تاثیرش یک اندازه نیست بایننس بزرگتر از اوکی اکس است یا یک خبر دیگه میتونه باشه توکن سوزی باشه استیکینگ باشه پارتنرشیپ باشه نمیدونم حالا یک لانچ کردن یک پروژه جدید باشه دیفای باشه حالا هر چیزی دیگه باشه بتونه خبر تحلیل کنی و نوتیفیکیشن توییتش توییترش فعال باشه هر خبری که بیاد هر خبری که بیاد اولین جایی که پروژه اشتالور نش میکنه توییتر تو در جا با خبر میشی امور که حالا خب در صورتی که روی تلفنیت باشه و اینجا تو باید هم احتیاط هم کنی که حالا من بزودی در مشت... برش میدم تویت نوتیفیکیشن فعال داشته باشی اگر روی تلفنت باشه گالا تویت میزنه که آقا خب اکثریت وقتی گالا تویت میزنه من حالا گالا مثال میزنم همه آماده نیستن همه مثل ما تو همجوری آماده نیسته که گالا تویزت در جامعه برم توکن گالا رو خرید کنم یکی گیدی مثلا سه ساعت بعد خبر میشه یکی چهار ساعت بعد خبر میشه یکی گیدی نمیدونم هشت ساعت بعد یکی گیدی بعد از یک شبانه روز خبر میشه بازم میر روی ارز گالا سرمایه گذاری میکنه ولی تو قبل از اکثریت سرمایه گذاری کردی وقتی دیگر رو بیه سرمایه کنه در حال رشد تو سود بگیری درسته؟ چطوری مثلا من خودم از این استراتژی استفاده میکنم برای مثال من نوتیفیکیشن توییتی گالا سند باکس انجن کوین پالیگان ماتیک همه اینا رو فعال دارم وقتی خبر مهم بیاد درجا برای من نوتیفیکیشن میاد که پالیگان ماتیک چنین توییتی زده من میرم خبرم میخونم خب خبر عمیق میخونم خبر چی هستم و جاهای دیگه زیاد روی خبر باور نکنی که بعضی وقت میتونه تکذیب بشه اما توییت توییتر خود پروژه یعنی معتبرترین منبع هست برای خبر وقتی ویزت اگر من باشم منظورم اگر من مثلا روی تلفنم باشم یا با خبر بشم بعضی وقت‌ها من خبر نمیشم خبر شدم بعد خبرم میخوانم دیدم که اگر این خبر میتونه روی قیمت تاثیر بگذاره خب اگر خبر تاثیر بگذاره در همون اول هم تاثیر میگذاره من در جا 100 دلار 200 دلار داخل کوکوین، کوین بایننس دارم میرم ارز گالا رو خرید میکنم بعد خبر زیر نظر دارم که این خبر چقدر پخش میشه مثلا چطوری شما میتونید که ورز مثال بفهمید که خبر چقدر پخش میشه اگر گالای خبر مثبت داشته باشه من در موشی ویدیو بگیرم قاسم در موشی ویدیو بگیره اصغر در موشی ویدیو بگیره صغرا در موشی ویدیو بگیره خب اشخاص بیشتر از این خبر مثبت با خبر میشه اشخاص بیشتر اشخاص بیشتر روی گالا سرمایه‌گذاری میکنه چیزی که میتونه باعث رشد قیمت ارز گالا در کوتاه مدت بشه وقتی من مثلا 100 دلار روی گالا سرمایه گذاری کردم زودتر از اکثریت یک مقدار رشد رو کرد پس من باید بفهمم کیک تا کجا میتونه رشد کنه 20 درصد رشد کرد من سیفی سود کنم یا نه مثلا میتونه 150 درصد 200 درصد رشد کنه من میرم در توییتر من میرم در یوتیوب من میرم در گوگل اسم ارز گالا رو می نویسم فقط گالا گالا نیوز گالا نیوز خبری گالا اگر همچین چیزی رو شما برین در یوتیوب در توییتر در گوگل جستجو کنین هر چی که منبع خبری بیشتر در مورد خبر گالا صحبت کنه هر که اشخاص بیشتر در یوتیوب در مورد گالا صحبت کنه ویدیو بگیره هر چی که توییت بیشتر در توییتر باشه پس هایپ بیشتر دور بر گالا جمع میشه به معنی که اشخاص بیشتر میتونه هیجان بشه حالا اکثر مردم دیگه اینجوری چشم بسته می خرید میکنه پس گالا میتونه بیشتر رشد کنه با اینکه الان گالا 20 درصد هم رشد کرده برای من زود است که من از گالا سیو سود کنم پس من صبر میکنه میتونه بیشتر رشد کنه درسته و بعض وقتا اگر فرض مثال شما مثلا از خبر از یک پروژه انستال با خبر باخبر شدین بعد از سه ساعت بعد بعد از 5 ساعت بعد با خبر شدین اگر بخواین تصمیم خرید و فروش بگیرین همین همین چیزی که براتون گفتم برین در یوتیوب توییتر تلگرام حالا تلگرام که نه یوتیوب توییتر گوگل گالا نیوز جستجو کنین گالا نیوز ببینین که چقدر منبع خبری در موردش صحبت کرده اگر هاید دروبری زیاده پس من میتونم با این که الان پنج سادم از خبرش گذشته من هنوز میتونم مثلا یک مقدار از ارز گالال خرید کنم یک سودی کوچیک در کتا مدت بگم مطمئن باشین که زمانی که زیاد مارکت سودی نیست مارکت یک مقدار صاف هسته این خبرها موقتی گالا رشد خیلی خوب کرد الان پس دوباره پایین آمده درسته پس من انتظاری را نداشته باشم که دیگه گالا همتری رشد میکنه و 500 درصد ازش سود بگیرم ولی در کوتاه مدت چرا دیگه ای از این ازش استفاده کنین چیزایی که برتون میگم یعنی واقعا به طور عملی انجام بده نه که اینجوری فقط یک ویدیو دیدین دیگه کامل به خیال انجام بدین همیشه وقت سود نمیگیرین ولی اکثریت وقت میتونه خیلی بر شما برای سود گرفتن کمک کنه کار زیاد سخت نیست از خبر نوتیفیکیشن توییتر فعال میکنه از خبر با خبر میشه بعدش حالا یک مقدار رشد کرد یا رشد نکرده بعدش مثلا دنبال خبر در توییتر در یوتیوب در گوگل میگردی که این خبر چقدر بزرگه دیگرها چی نظر در موردش داره دیگه امیدوار هستم که این ویدیو بر شما مفید بوده باشه اما من مطمئن هستم که مفیدم بوده چون من خودم ازش استفاده میکنم برای من اکثریت وقت کمک کردن و حتی بعضی وقت بعضی منبای منبعی خوب خبری مثل سنتمنت یک کسی زایسته که من همشه در ویدیو یوتیوب از تحلیلاش بر شما صحبت میکنم کریپتو کوان، گلاس نوت، دی بلاک اینا این تو دی بلاک اینی پلتفرم ها رو توییت رو دنبال کنید بعض وقت اینا خبرای خیلی خوب از آنچینی بعض ارز ارزهای دیجیتال میده برای مثال امروز من از یک خبر مثبتی در اون آنچین کوانت برای شما صحبت کنم من خودم در جا رفتم 200 دلار دو ازش خرید کردم تا لحظه که ویدیو رو برای شما میگیرم دور بر 40 50 دلار ازش سود کردم حالا سودی آنچنانی برای من نیسته منظورم اینی مثلا این چیزا میتونه برات کمک کنه فقط با خواندن یک خبر و تو باید یک مقدار استیبل کوین ذخیره هم داشته باشی منظورم یک مقدار قبلا به شما گفتم حداقل 15 درصد از سرمایه‌تون هم شخص استیبل کوین داشته باشین نشو که خبر آمد در جا هیجان شو یا از سالیت که روش نکرده و رو بفرش دنبالی دیدی هم روش نکرد رفت با این ذره کردی یک مقدار استیبل کوین ذخیره داشته باشه بعد از یک مدتی کار کردین یک مقدار سود گرفتین معاملاتتون بیشتر با یک پول با پول انجام بدین که شما سود گرفتین فرض مثال 1000 دلار رو اگر سرمایه گذاری کردین 500 دلار سود کردین، او 500 دلار داخل ولتون داشته باشین اگر از دستم دادین یا دلتون درد نداره چون پول واقعی تون نیست و همینطوری با, با گذشت زمان گذشت زمان یک وقت میبینی که خیلی سود گرفتی و اصلا اگر از دستم بده ضررم کنی پول واقعی نیست پول واقعی تا یا پول اصلی رو بر مثلا روی ایتریوم داشته باش روی پالیگان ماتیک داشته باش روی چنلینگ داشته باش پروژه ثابت تر داشته باش روی بیت کوین داشته باش دیگه امیدوار هستم که ویدیو بر شما مفید بوده باشه لطفا ویدیو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنین هر سوال نظر دارین در کامنت بنویسین و اگر شما دوست دارین مثلا تحلیل اینار خود شما عمیق‌تر یاد بگیرین هم از نگاه آنچنین, هم از نگاه این، هم از نگاه فاندامنتال استراتژی برتون داشته باشین مدیریت ریسک داشته باشین و خبرها رو تحلیل کنین داخل اپلیکیشن در قسمت آموزش فاندامنتال ما تحلیل فاندامنتال پروژه ارسال ان اف و متاورس 0 تا 100 برای شما آموزش دادم دیگه تا ویدیو بعد خدا نگهدار